خب من در اینجا نرم افزار آر استودیو رو باز کردم و شما پنجره اصلی رو در آر استودیو می‌بینید. این پنجره اصلی جایی هستش که شما قرار هستش که کد هاتون رو بنویسید. یکی از امکانات خوبی که آر استودیو برای برنامه نویس های آر فراهم کرده این هستش که جایی مانند چک نویس به نام آر اسکریپت وجود داره تا شما با خیال راحت بدون اینکه لازم باشه هر خط از کدتون رو اجرا کنید میتونید در اونجا کد هاتون رو بنویسید و هر وقت که لازم دونستید همه کد ها یا بخشی از اونها رو اجرا کنید. برای اینکه یک اسکریپت جدید ایجاد کنید روی این گزینه که در سمت بالا چپ هست کلیک کنید، روی آر اسکریپت کلیک کنید تا یک اسکریپت جدید اینجا باز بشه. به این ترتیب پنجره آر استودیو به دو بخش تقسیم میشه. بخش بالایی همون بخش اسکریپت هست که شما میتونید به عنوان چک نویس ازش استفاده کنید و بخش پایینی جایی هستش که شما کد هاتون رو در عمل اونجا اجرا میکنید. همیشه بهتر هستش که در ابتدای شروع با آر ابتدا نشانی فضای کاری رو مشخص کنید. نشانی فضای کاری یا ورک دایرکتوری جایی در کامپیوتر شما هست که آر همه فایل ها رو از اونجا میخونه و یا اگر بخواید فایلی رو ایجاد کنید و بنویسید در این نشانی ذخیره میشه. برای فهمیدن اینکه این نشانی در کامپیوتر شما چی هست، ما در آر از تابع getwd استفاده میکنیم. اگر این تابع رو در آر اجرا کنید، خروجی این تابع نشانی فضای کاری آر رو مشخص میکنه. برای این منظور من در بخش اسکریپت یا چک نویس تابع getwd رو وارد میکنم. به محض اینکه شروع به تایپ کردن در آر استودیو میکنم، میبینید که بر اساس اون چیزی که داره نوشته میشه لیستی از پیشنهادات ارائه میشه. حالا این پیشنهادات میتونه انواع تابعهایی باشه که در آر استفاده کنن، لیست متغیرها باشه و سایر المانهایی که در آر استفاده میشه. همطور که میبینید وقتی من getwd رو میزنم، پیشنهاد تابع getwd به عنوان اولین پیشنهاد میاد. این سیستم پیشنهاد دادن مختص آر استودیو هست و گزینه‌ای هستش که آر نداره و این باعث میشه که خیلی کارهای ما در آر استودیو سریع‌تر پیش بره. من روی getwd کلیک میکنم. اما از اونجایی که من این تابع رو در بخش چک نویس نوشتم هیچ اتفاقی نمیفته. برای اجرای این تابع کافیه این خط رو انتخاب بکنم و کنترل انتر رو فشار بدم. به این ترتیب با فشار دادن کنترل انتر اولا اون کدی که در قسمت چک نویس در واقع نوشتم و انتخابش کردم در بخش پایینی دوباره نوشته میشه و اجرا هم میشه. همطور که میبینید خروجی این کد آدرس جایی هستش که نشانی فضای کاری آر هست. اما این امکان وجود داره که شما نشانی فضای کاری رو تغییر هم بدید. در این صورت لازم هستش که از تابع setwd استفاده کنید. مشابه قبل من در بخش چک نویس تابع setwd رو می نویسم. اینجا لازم هستش که داخل پرانتز نشانه جدید رو وارد تابع کنیم. من از قبل نشانه جدید رو تایپ کرده بودم. من تمایل دارم که نشانه فضای کاری در آر به دسکتاپ تغییر پیدا کنه. توجه کنید که این نشانی رو لازم هست داخل گیومه وارد کنیم. بنابراین من به راحتی اینجا این نشانی رو کپی می کنم در داخل تابع setwd.
اگر این تابل رو اجرا کنم با انتظار هستش که نشانی فضای کاری تغییر کرده باشه. به همین دلیل دوباره تابع getwd رو اجرا میکنم. و میبینم که نشانی فضای کاری به دسکتاپ من تغییر پیدا کرده.